میخوام با دکتر هوبان راجع به آلرژی صحبت کنم. میدونم که چند نوع آلرژی هستش که آدم ها میخورن یه غذایی بعدش ریاکشن دارن. آره. مثلا پینات بخورن یا توت فرنگی باد میکنن. بادنجون، گوجه فرنگی، تخم مرغ. ولی میدونم شما تو کتابتون در مورد یه آلرژی دیگه گفتین. آره. ببین یک اون آلرژی که گفتی درسته. بله. یه آلرژی هستش که تا غذا میخوری، یه نوع غذاها رو میخوری، فوری بدنمون شروع میکنه ریاکشن دادن. بله. که خب هم راجبش میدونم، بعدم خب اونایی که آلرژی داریم بهش نباید بخوریم به اون نوع غذا. ولی که میگن سریع جوابشو میده، نشون میده خودش. نشون میده. بله. ولی یه آلرژی داریم که بهش میگن دیلید آلرژی، یا آلرژی که طول میکشه تا خودشو نشون بده. و اینا آلرژیای غذایی هستن که وقتی ما یک نوع غذا رو میخوریم، اول باید بخوریمش، بعد هضم بشه، بعد بره وارد روده کوچک بشه، از معده اونو بره وارد روده. وقتی که جذب میشه، اگر این غذا ما بهش آلرژی داشته باشیم، حالا یا آلرژی یا حساسیت، یعنی حتی اینتالرنس، یعنی تحملمون نسبت به هضم اون غذا کم باشه، خب این یه مقداری مشکل ایجاد میکنه. به این صورتی که وقتی غذا ما نتونیم هضم کنیم درست، یا آلرژیک باشیم بهش، حساسیت داشته باشیم بهش و نمیتونیم درست هضمش کنیم. بله. وقتی که این غذاها از معده وارد روده کوچک میشه، خب این غذاها در اونجا دیگه باید هضم شده باشه و بعد از طریق این مویرگ میدونی چیه؟ وین. آها، سمال وینز. آره، باری کرد. مرسی. فارسی داره روز به روز بهتر میشه. این از طریق این مویرگ‌های روده کوچک وارد خون میشه. بله. خب حالا اگر این غذاها درست هضم نشده باشه، درست جذب نمیشه و بعد وارد خون که میشه، این گلوبولای سفید. بله. گلوبول سفید همین وایت بلاد سلز. بله. اینا این غذای هضم نشده رو به عنوان یک دشمن میبینن، به عنوان یک غریبه اجنبی میبینن. بله. و بعدن شروع میکنن با اینا جنگ کردن، چون گلوبول سفید هایی چیز ببینه که احساس کنه که به اونجا تعلق نداره، شروع میکنه جنگ کردن. سربازای بعد دقیقاً شروع میکنن جنگ کردن. بعد از جنگ اینا یه بای پروداکت به وجود میاد که این بای پروداکت باعث اینفلمیشن میشه، یا التهاب یا تورم، و خودشو تو جاهای مختلف بدن نشون میده. بله. توی پوست، می‌خواستم بپرسم تو پوست، توی عضلات، مفاصل، ممکنه سردرد بیاره، ممکنه یعنی جوینتس. بله.